درود بر هم میهنان عزیز و همراهان همیشگی کانال آواگ ایران در بسته خبری امروز با سه تا موضوع مهم در خدمتتون هستیم. اول شکاف در خاکریز نظام و استفای یک روحانی در اعتراض به گشت های ارشاد صحبت می بعد خبری خواهیم شنید از تصمیمات آخوندها برای فرستادن جوانان ایرانی برای تقویت ارتش چین و روسیه و در انتها هم خبری تاسفبار بار خواهیم شنید از تشدید سختگیری های و حجاب و محدودیت ها برای زنانه ایرانی پس با ما باشید لطفا پیش از هر چیزی با لایک کردن این ویدیو به بیشتر دیده شدن این اخبار کمک کنید با سپاس از همراهی شما استعفای یک روحانی در اعتراض به گشت ارشاد شکاف در خاکریزه نظام عبدالهادی مرعشی دبیر استانی قرارگاه گام دوم انقلاب استان خراسان رضوی در اعتراض به تند های تحت عنوان امر به معروف و گشت ارشاد از سمت خودش استفاده داد این روحانی در متن استفای خودش که خطاب به احمد علم الهدا نماینده تندروی ولی فقیه در خراسان رضوی نوشته آورده که اونقدری که امر به معروف های ما حول محور حجاب بوده آیا حول محور فساد مسئولی ادالت عدالت اجتماعی، امنیت اقتصادی، فاصله طبقاتی، اعتیاد، طلاق و فقر ملی و آزادی بیان و بعد از بیان و سلامت سیستم اداری کشور ما بوده؟ چطور توقع میره مردم توصیه به هجاب و نماز و روزه رو از کسایی بپذیرند که امروز از اونا به عنوان بانیان اصلی مشکلاتشون نام میبرند؟ مرعشی در نامه استفای خود با از به این که برخوردهای تند و زننده و گاهن غیر برخی زابتین و آمرین مردم و مقابل هم یا مقابل حاکمیت قرار داده گفته بر خود لازم دونستم تا به مبارزه با جریان تندرو و متعصب بپردازم دبیر استانی قرارگاه گام دوم انقلاب استان خراسان رضوی ادامه داده که از اونجایی که راضی به استفاده عنوانی از سمت دبیر استانی قرارگاه گام دوم انقلاب نبودم از این سمت به عنوان اعتراضی مسالمت‌آمیز و مدنی اعتقادی به عملکرد ناشایست عده مذکور که جانم رو به درد آوردند و جگرم را سوزاندند استعفای خودم را اعلام می کنم. مرعشی در پایان نامه خودش خطاب به علم الهدا پرسیده آیا مردمی که در همه فراز و های مختلف این چهار دهه که از انقلابمون میگذره همواره پشت و پناه این نظام مقدس بودند هنوز لیاقت پیدا نکردند که مزه سایه مهربانی لطف و کرامت آزادی اسلامی رو بچشند است استعفای این مقام استانی خراسان رضوی اولین نمونه از این دست استعفاها در میان مقامات جمهوری اسلامی در سالهای گذشته است در هفته های گذشته شماری از مقامات جمهوری اسلامی سراحتا حجاب اجباری رو خاکریز نظام اعلام کرده و گفته بودند اگه این خاکریز از دست برد بقیه خاکریزهای نظام هم سقوط خواهد کرد خطر جنگ جدید رویارویی ایران سربازان ایرانی گوشت قربانی چین و روسیه می شوند. کفن پوشان ولایی برای جنگ با تایوان آماده شند. آیت الله جلالی گفته حمله چین به تایوان ایران رو به قله عزت و اقتدار می رسونه. حسین جلالی نماینده مجلس در گفتگو با منیبان گفته که همین که میگفتند ایران پهپاد نداره و اینها کاغذه و ایران کاغذ بازی میکنه و پهپاد نیست امروز نگرانی خودشون رو از فروش پهپادها به روسیه اعلام میکنند آیت الله حسینی جلالی نماینده مجلس جمهوری اسلامی در توضیح اینکه اقتدار از چه طریقی افزایش پیدا میکنه اظهار کرد ممکنه با حمله ای که چین به تایوان میکنه ما به قله عزت و اقتدار نزدیک بشیم چنانچه جنگ روسیه با اوکراین یک فرصت و فرصت دوم ما که فرصت نهایی هم محسوب میشه در جنگ بعدی در حقیقت این جنگ وضعیت ایران رو بهتر میکنه به نظر میرسه مله های حاکم بر ایران که حکومتشون رو در سر و شیبی سقوط میبینند و دیگر متوجه شدن راه پس و پیش ندارند برای حفظ قدرتشون گوش به فرمان چین و روسیه شدن و با تمام قوا در جهت خوشرقصی برای اونها تلاش میکنند جنگ ایران و عراق سرانجام بعد از 8 سال تمام شد اگرچه شکست های سال آخر جنگ برای ایرانیان بسیار سخت بود و حالا بعد از گذشت 34 سال از پایان جنگ ایران و عراق احتمال اینکه حاکمان جمهوری اسلامی ایران رو به جنگ دیگه ای وارد کنند کم نیست مذاکرات هسته غیر مستقیم بین ایران و آمریکا برای احیای برجام به بنبست رسیده و آمریکا حاضر نشده سپاه پاسداران رو از فهرست سازمان های تروریستی خارجی حذف کنه از نظر آمریکا تقاضای جمهوری اسلامی برای خارج کردن نام سپاه از فهرست گروه تروریستی یک خواسته فرابرجامیه و اگه جمهوری اسلامی میخواد فرابرجامی گفتگو کنه باید به مذاکرات در مورد فعالیت های بی کننده سپاه پاسداران در خاور میانه حمایت سپاه از گروه های نیابتی و همچنین مذاکره درباره برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی هم تن بده و از اونجایی که جمهوری اسلامی مذاکره درباره این موارد رو رد کرده آمریکا نیز تاکید کرد که حاضر نیست سپاه رو از فهرست سازمان های تروریستی خارج بکنه در حالی که جنگ سال 1359 به دلیل از بین رفتن قدرت بازدارندگی ایران در برابر عراق روی داده حالا این خطر وجود داره که ایران به دلیلی کاملا برعکس سال 1359 یعنی احساس قدرت زیادی فرماندهان سپاه و علی خامنه ای رهبر ایران وارد جنگ بشه به نظر میرسه فر... به نظر میرسه هم فرماندهان سپاه و هم شخص علی خامنه ای احساس می قدرت آمریکا در منطقه خاورمیانه رو به نابودی و جمهوری اسلامی برای درگیری با آمریکا از قدرت کافی برخورداره. منافع روسیه و چین دو قدرت مؤثر بر جمهوری اسلامی بعد از جنگ اوکراین منافع ملی روسیه با شروع یک جنگ احتمالی بین ایران و آمریکا همسوه. جنگ اوکراین به افزایش فشار آمریکا و ناتو و اتحادیه اروپا بر روسیه منجر شد در چنین شرایطی و وقوع یک جنگ احتمالی بین ایران و آمریکا میتونه به درگیر شدن آمریکا در یک جنگ و جبهه دیگه و کاهش توان واشنگتن برای حمایت موثر از اوکراین منتهی بشه. بنابراین در حالی که بعضی تصور میکنند روسیه در کنار جمهوری اسلامی روسیه در شرایط تغییر یافته بعد از جنگ اوکراین از وقوع یک جنگ احتمالی بین ایران و آمریکا سود میبره و در همین چارچوبه که ادبیات مقامهای روسیه در مورد تشویق ایران به مقاومت در برابر آمریکا نوعی فریب راهبردی تهران به نظر میرسه چین دیگر قدرت مؤثر بر جمهوری اسلامی از وقوع یک جنگ احتمالی بین آمریکا و ایران و درگیر شدن واشنگتن در یک جنگ جدید در خاور میانه و کاهش توجه راهبردی اون به شرق دور و معادلات آسیا سود میبره و معادلات آسیا پاسفیک سود میبره در صورت وقوع جنگ احتمالی بین ایران و آمریکا و ادامه یه جنگ اوکراین توجه آمریکا به مسئله تایوان و حضور آمریکا در شرق آسیا کمتر میشه و چنین وضعیتی باعث میشه آمریکا در اروپا یا جنگ اوکراین و خاور میانه یا جنگ با ایران درگیر بشه و عملا برای توجه به معادلات امنیتی و نظامی شرق آسیا و حوزه اقیانوس آرام توان کافی رو نداشته باشه وضعیتی که میتونه چین رو در معادلات آسیا پاسیفیک نسبت به آمریکا در وضعیت بهتری قرار بده علی خامنه ای که حمله پوتین به اوکراین را ابتکار عمل خوند و علی اکبر ولایتی هم از معنویت پوتین سخن گفت سران این حکومت به پیروی از مجسمه های بلاحت بزرگ علی خامنه ای سعی در تطهیر اقدامات وحشیانه چین و دفاع از برنامه چینی ها برای حمله به تایوان دارند طالبان در تهران معیارهای بدهجابی به خنده و نگاه تحریک هم رسید بعد از وحید یامینپور بیمار جنسی که حالا سمت معاون وزیر ورزش در جمهوری اسلامی رو داره و درباره یه هجاب گفته بود الان روسری رو سر چوب میزنند فردا شورت رو حالا محمد ریزا با هنر عضو مجمع تشخیص مسلحت نظام با اشاره به برخورد با هجاب اجباری گفته اگر روسری رفت کنار و یواش یواش شلوار هم کوتاه شد و دامن هم اومد بالا چی می شود؟ او در گفتگو با خبرگزاری ایلنا افزوده حد و مرزی داره یه جاهایی باید به مقررات اجتماعی احترام بذارند. حالا یه مقام شورای فرهنگی اجتماعی زنان پارو از این هم فراتر گذاشته و گفته که اگه کسی بد بخنده یا بد رفتار کنه با حجاب نیست. فرشته روحفزا مدیر رصد و آمار شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت چیزی تحت عنوان حجاب اجباری نداریم و نمیتونیم داشته باشیم. او در مصاحبه با خبرگزاری حوزه افزود اگر کسی بخواهد هجاب داشته باشد و آرایش کند با هجاب نیست اگر کسی بد بخندد یا بد رفتار کند یا نگاه زشت کند با هجاب نیست دیروز هم تصویر نامه از سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد استان البرز در رسانه ها منتشر شده که در اون دستور داده هر گونه استفاده از زنان در تبلیغات از سوی کانون تبلیغاتی و آگهی در فضای مجازی و عمومی ممنوعه وزارت ارشاد جمهوری اسلامی در نامه‌ای به آموزشگاه آزاد هنری و سینمایی ایران اعلام کرده که بر اساس مصوبات موسوم به افاف و حجاب از این پس حضور زنان در تبلیغات ممنوعه بر اساس این نامه که تاریخ 29 تیر ماه بر اون درد شده و به امضای سرپرست اداره کل ارشاد استان البرز رسیده های آگهی و تبلیغاتی دیگه حق به کارگیری زنان در تبلیغات رو ندارن این نهاد با اشاره به اونچه ضرورت اجرای بهینه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی خونده تاکید کرده که هر گونه استفاده از زن در آگهی های تبلیغاتی شامل محیطی یا مجازی از این پس ممنوع خواهد بود این دستور بعد از اون ابلاغ میشه که انتشار تیزر تبلیغاتی یک شرکت بستنی سازی در ایران در هفته های اخیر واکنش برانگیز شد از جمله ستاد امره به معروف و نهی از منکر که با اعلام جرم استفاده از بازیگر زن در تبلیغ شرکت دومینا مدعی شد تولید این آگهی به ترویج بی‌افتی در جامعه منجر میشه در این سالها ساخت آگهی های تبلیغاتی در موارد متعددی واکنش نهادهای وابسته به حکومت را به دنبال داشته در اسفند سال 97 نیز رسانه های نزدیک و یا وابسته به جمهوری اسلامی یک کارخانه تولید شکلات را به استفاده جنسی از زنان در تبلیغات خودش متهم کرده بود از همراهی و پشتیبانیتون سپاسگزارم روز خوبی داشته باشید